بسم الله الرحمن الرحیم. به نام و یاد خداوند مهربان. سلام و درود عرض می کنم خدمت همه شما عزیزان، دوستان و محترمان فارسی زبان در هر گوشه گوشه از کشور بسیار زیبای ما افغانستان که هستید و یا در هر نقطه از جهان که هستید و بیننده برنامه خودتان، برنامه زنده و مستقیم روشن هستید، انشالله که همیشه صحتمند، سلامت، جانجور و تیار باشین. بسیار خوشحال هستم که یک روز دیگه هم در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. عزیزان و دوستان، دوشنبه است و ما باز هم در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار هستم. سلام علیکم خانم دکتر رضایی، بسیار خوش آمدید. سلام علیکم به شما و همینطور به بینندگان محترم. تشکر میکنم از شما و همینطور همه مسئولین و بینندگان عزیز برنامه و امیدوار هستم که انشاءالله آنچه که در این برنامه گفتگو میکنیم و مباحثی رو که مطرح میکنیم مفید و فایده برای همه عزیزان باشه. انشاءالله قطعا همین گونه خواهد بود خانم دکتر عزیز. بینندگان عزیز و محترم، شماره تماس مثبت 964-780-255-4013 را فراموش نمیکنید. شما عزیزان میدونید که این شماره تماس است که به برنامه خودتان، برنامه روشن اختصاص داده شده و میتونید هر کدام سوال، انتقاد یا پیشنهاد که در مورد برنامه روشن داشتید انشاءالله سر واتساپ برای از ما روان بکنید. قطعا سعی میشه که به سوالات شما عزیزان در همین برنامه پاسخ داده شود. یکی از دوستای بسیار بزرگوار از ما از کشور ایران مثبت 98-939 چهار شماره آخر 37-66 برای از ما پیام گذاشتند و اظهار سپاسگزاری کردند. ما هم از شما سپاسگزار هستیم که برنامه های خودتان را نگاه میکنید. ما در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستیم. بسیار خوشحال میشیم که نظرات خودتان، انتقادات خودتان و یا پیشنهادات خودتان در مورد برنامه را بگویید تا ما سعی کنیم که برنامه هر روز بهتر و بهتر شود انشاءالله. و همچنان یکی دیگه از دوستان مثبت 93-76 چهار شماره آخر 13-88 از کشور افغانستان با ما تماس گرفتن، یک پیغام گذاشتن و یک سوال معرفی پرسان کردن. انشاءالله که به سوال شما به صورت شخصی در پیوی شما ارسال خواهد شد جواب همین سوال و پیوی خودتون را چک بفرمایید و پاسخی سوال را دریافت بکنید. خانم دکتر بزرگوار، بس ما در برنامه در باره شادی و نشاط در خانواده و خانه است و راهکارهای عملی برای که چی کنیم که اولادهای شاد داشته باشیم، بینندگان عزیز از ما هم میدانن. اگر اجازه بدن من یک سوالی که یکی از بینندگان محترم برنامه برای از ما روان کردن را برای از شما بخونم و باز شما بر اساس همین سوال پاسخ خودتان را ارائه بکنید. با سلام خدمت کارشناس محترم خانم دکتر رضایی، من مادر دو فرزند 8 و 14 ساله هستم. هر دوی اولادهای من پیش از این بسیار شاد و خوشخلق بودند، اما از تقریبا یک سال پیش که دختر من 13 ساله شد شروع به بدخویی کرد. همیشه عصبانی و ناراحت است و در درسهایش هم بسیار ضعیف است و معلمش میگوید که در مکتب نیز پرخاش میکرده است. پدرش برایش یک تلفن همراه گرفت بلکه که بهتر شود، ولی تنها فرقی که کرده این است که تمام مدت مشغول گوشی است. برادر 8 سالش هم از او یاد گرفته است و بدخوی شده است. لطفاً بگویید چه کنم. تشکر میکنم از این مادر عزیز و مهربان و همینطور همه بینندگان محترمی که لطف دارن به برنامه و سوالات خود را میپرسن. خب سوال بسیار بجا و مناسبی بود و دقیقا میشود گفت که ارتباط برقرار میکنه با ادامه بحثی که ما داشتیم در موردی که ما به عنوان پدر و مادر و والدین یا حتی به عنوان مربی و کسی که وظیفه تربیت طفل داره چه کنیم که یک طفل، یک کودک یا یک جوان، نوجوان شاد داشته باشه. خب نکته‌ای که در این سوال نهفته است، من قبلش به دو تا مسئله بسیار بسیار جدی اشاره می‌کنم که بعد بتوانیم وصل کنیم به عبارت ارتباط برقرار کنیم تا برسیم به پاسخ اصلی. نکته مهم است که ما باید این توجه بسیار بسیار زیاد بکنیم که ما در همه مراحل زندگی مقاطع سنی متفاوت الزامات خاص خود رو داره.
یعنی در دوره نوزادی یک رقم و یک قسم باید با طفل برخورد کرد با نوزاد، بعد که کمکی کلانتر میشه یک سالگی تا سه سالگی تا دو سالگی که هنوز زبان به عبارتی باز نکرده و مسلط نشده به زبان و لهجه مادریش، باز یک قسم باز زبانی که شروع میکنه به زبان در آوردن و گفتگو و صحبت کردن از دو سالگی تا پنج سالگی، یک قسم بالاخره مراحل متفاوت سنی باید در نظر داشته باشیم که هر سنی اختزای خاص خودش داره با متناسب با اختزا. ولی در بین همه مراحل سنی بر اساس مفاهیم تربیتی گفته می شود که بحرانی ترین، سخت ترین و در این حال تأثیرگذارترین و حساس ترین دوره سنی دوره نوجوانی است که متاسفانه این عزیز بزرگوار ما دخترشون دقیقا در همون سن قرار دارن. حالا با توجه به اینکه متاسفانه به خاطر مسائل می شود گفت که تغذیه ها و مسائل مثلا جغرافیایی و موارد دیگه خصوصا محیطی، تجربه هایی که به عبارتی بچه های ما و اطفال ما این روزها دریافت می کنن که خیلی فراتر از سن و سال اونهاست و آگاهی هایی که نامناسبه، ما متاسفانه شاهد پایین رفتن و کاهش سن بلوغ هستیم. یعنی سن بلوغ داره پایین میایه، ولی خب به تناسب اون معمولا 12 سالگی رو در نظر می گیرن، 11 12 رو برای دخترها و 13 14 سالگی رو ابتدای بلوغ. بلوغ یک فرایند تقریبا طولانی مدته که حد فاصله گاهی وقتا به طور متوسط گفته می شود 3 سال ممکنه طول بکشه، در بعضی موارد اگر به تاخیر بیفته ممکنه بره سمت 5 سال و 6 سال. و یک واقعیتی است که گاهی وقتا بعضی از آدم‌ها هیچ وقت بالغ نمی‌شوند، اگرچه سن اونها بالا میره و به اصطلاح کلان میشن و وارد دوره‌های به اصطلاح به ظاهر جوانی و میانسالی میشن، ولی متاسفانه نیم خلق و خوی نوجوانی در اونها میمانه. خب وقتی که دخترمه 11 12 سال به بعد وارد دوره نوجوانی میشه، یک اتفاق شگرفی میفته، یک بحران جدی و اساسی در مورد نوجوانان داریم تحت عنوان بحران هویت. مکیوم ما چه کاریم، به چه دردی میخورم. و یک اتفاق بسیار ناخوشایندی که معمولا میفته اینه که نوجوانها در این سن دچار یک تزلزلی میشن، یک سردرگمی بسیار شدیدی دارن، این که یک دفعه به لحاظ جسمانی قد میکشه، کلان میشه فکری، بله ولی به لحاظ فکری هنوز پختگی رو نداره. و بعد متاسفانه در برخورد والدین یک اتفاق ناخوشایندی میفته، یک زمانی که دچار اشتباهی میشه، به هر حال با همون تفکر کودکانه خودش هنوز هست و او شیطنت ها و او سرخوشی ها رو داره که خیلی دقت نمی کنه به سر انجام کار، تمرکز نمی کنه که اصلا به عنوان مثال بیندیشه که کدام راه درست هست یا نیست، یک حالت هیجانی و سریع و به اصطلاح روانشناسی گفته میشه تکانشی عمل کردن، به سرعت و لحظه ای فکر کردن و لحظه ای انجام دادن. خب وقتی که این قسم رفتار میکنه، خب متاسفانه بسیاری از مواقع ممکنه که نتایج کار او ناخوشایند باشه. اتفاقی که میفته ای که والدین رو مخاطب قرار میدن که تو کلان شدی، جوان دختر شدی، شرم نداری، تو خجالت نمیکشی، تو فلان کار رو کردی، تو این قسم موارد. خب این کلان است و مخاطب به صلاح اینجوری به این قسم مخاطب قرار میگیره که از تو بعیده، من این توقع از تو نداشتم. خب این درست. حالا زمانی که قرار است که نظر او پرسیده شود در تصمیم گیری ها، آیا که لازم است او رو به عنوان یک فرد بالغ ببینیم، به عنوان یک جوان، به عنوان یک آدم کلان، حالا تو اینو میخوای یا نمیخوای، فلان چیز خوش داری یا نداری، فلان کارو بکنیم یا نکنیم، هیچگاه به نظر او اهمیت داده نمیشه. و اگر یک وقتی هم نظر اعلام کنه میگن که کسی نمیفهمه، تو هنوز نمیفهمی. بعد یک سردرگمی عجیب که بالاخره من هنوز کودک هستم یا جوان شدم، کلان شدم، و این سردرگمی به شدت تمام رو هویت افراد تاثیر میذاره و معمولا حداقل یکی دو سال اول رو قریب به اتفاق نوجوانای نمی درگیری دارن که من بالاخره کیم، من هنوز امو طفل خردسال، امو کودک 7 8 ساله هستم که هر چی پدر و مادر گفت، هر چی مثلا کلانتر گفت، باید تقریبا 100 درصد گوش بکنم، یا نه من جوان شدم، کلان شدم، حق انتخاب دارم، حق تصمیم گیری دارم و من میتونم فکر کنم، من میتونم فلان کار انجام بدم. این درگیری و این سردرگمی باعث میشود که هم در درون ذهنشان درگیر باشن، هم برخورد و اخلاق و منشینا پرخاشگرانه بشه. ببینید این سردرگم، دقت کردید در مورد ما بزرگسالان هم اتفاق میفته، من یک زمانی تکلیفم روشن نیست در مورد یک مسئله، این دغدغه ذهنی باعث میشه که نگران باشم، بیقرار باشم، خیلی از کارهای ما با دقت نتونم انجام بدم، و بعد به محض مثل یک به اصطلاح چی میمونم، مثل یک آتش فشانی میمونم که به محض اینکه کسی که یعنی کوچکترین به عبارت گفتگویی با ما بکنه، یک دفعه
همه او را میرزون بیرون و به اصطلاح سر و بنده خدایی که مواجه شده با ما به خالی میکنه. این اتفاق در مورد نوجوانان زیاد میفته و یک قسمت اعظمی از دمدمی مزاج بودن، پرخاشگری های نه خیلی شدید، مثلا اگر خدای نکرده به زد و خورد و به آسیب برسید باید جدی پیگیری کرد، ولی پرخاشگری مثلا صدایشان رو بالا میبرن، جیغ میزنن، با خواهر برادر خردتر یا با خواهر برادر کلانتر خود میگیرن، جنجال درست میکنن. وقتی که میگی مثلا اگر یک لحن آمرانه پدر و مادر داشته باشن تو باید این کارو بکنی، سریع یک حالت قیام میکنه که نه نمیکنم، دقیقاً احساس میکنه که خب من که کلان شدم چرا به من دستور میدین. یعنی همون بحران هویت است که بسیار بسیار جدی هم هست و شایع هم هست، یعنی همه برای همه نوجوان اتفاق میفته. حالا راهکار شاد زیستن، میخوایم اینمی بحران رو، اینمی سردرگمی و بیقراری و نگرانی و حتی گاهی وقتا پرخاشگری، البته گفت تاکید میکنم شدید نه، در حدی که توضیح دادم، میخوایم حل بکنیم. میره چیکار بکنیم؟ ما در تربیت یک اصل اساسی داریم که در مورد سردرگمی و نگرانی گفته میشود، تاکید خصوصا در دوره نوجوانی بسیار بسیار مهمه که عزت نفس رو در کودکان و در نوجوانان رو تقویت کنیم. یعنی اینمو سردرگمی که من کیستم؟ خب باید به دختر جوان، به نوجوانم، به بچه نوجوانم بگیم بچه‌م تو یک نام خدا، یک دختر مثلا محجبه هستی، یک دختر خوش اخلاق هستی، یک دختر خوش سرزبان هستی، دختری هستی که مثلا در مثلا در تحصیل در مکتب دختر مثلا فرض کنید اگر نمرات بالا میاره اول نمره است و فلان، همون اگه نیست حداقل دختر درسخوان هستی، تلاش می‌کنی، تو دختر مهربانی هستی، به مادرت، به مادر کلانت احترام. ببینید شروع بکنید به ای که تو و این ویژگی ها، این ارزش ها، این فضیلت ها، این کرامت ها و این اخلاقیات مثبت رو داره. یعنی او من درون وجود نوجوانمون رو بسیار بسیار تقویت کنیم. این یک مدل تقویت درونی است. حس عزت نفس رو، احساس ارزشمندی رو باید به شدت در نوجوان تقویت کرد. حالا آیا دروغ بگیم؟ به اصطلاح تخصصیش قلوف کنیم؟ چیزی را که نیست بگیم نه. نه، این قطعا کار اشتباهی است. دروغ نگوییم، قلوف نکنیم، ولی واقعیت است که اون نوجوان یک سری خوبی‌ها رو داره. با عینک دقت بیشتر، به اصطلاح ذره‌بینی به قضایا نگاه بکنیم و من مادر و من مربی و من پدر ببینیم واقعا این دختر جوانه من، این دختر نوجوانه من یک سری خصلت در کنار او بد اخلاقیایی که داره که مثلا حالا همینطور که این مادر عزیزم گفته جدیداً صدایش بالا میره، جدیداً مثلا دقت نمی‌کنه، زود برخورد خشن می‌کنه، قهر می‌کنه، نان نمی‌خوره، فلان جا نمی‌ره و مادر و مثلا مهمونی ها خیلی اتفاق میفته جایی میریم یا نمیره یا اگه بره یک حالت تقریبا عصبانی، یک رقمی که برای همه سوال میشه، مثلا عمه خاله میپرسه از مادر و پدر این چرا این قسمتی، بچه شما چرا اینطور هستی، دختر شما چرا این قسمت، یعنی یک حالت انگار او احساس خشمی که مرا مجبور کردیم، مرا وادار کردیم، به حرفم احترام نگذاشتیم، به خواسته من احترام نگذاشتیم. لذا ببینید وقتی که این منه دچار سرگردانی و حیرت است، به هر نحوی که شده اعتراض و خشم خود را بیرون میریزه. اما اگر من به عنوان پدر و به عنوان مادر به من نوجوان، به شخصیت او و به ویژگی های مثبت او، استعدادها و توانایی های او صحه گذاشتم، تأکیدشان کردم و تشویقشان کردم به لحاظ معنوی، همین تعریف کردن است. مثلا ببینید یک جمعی هستن، مهمانی رفتیم خانه مادر کلان، یک بحثی بالا میای، یک دفعه مادر بگه که ها مثلا فلانی جان اینم یک هفته است که نام خدا دخترم صبح اول وقت میخیزه و چای دم میکنه، سفره رو مثلا دسترخوان. ببینید یک جور تعریف بزرگ کردن، یعنی دختر من خانم شده به اصطلاح، بزرگ شده، کلان شده. یا مثلا فلانی جان بچه‌م نام خدا الان چند وقت شده که خرید مثلا بیرون که چیزی لازم دارم، من این بچه میره خرید میکنه. ببینید یعنی مرد شده، کلان شده، او هم میتونه که بازار بره و خرید کنه و بیاره مثلا به من مادر کمک کنه. یک مثال های ساده ای میذارم، مثال اینها. حالا اگر یک وقتی یک استعداد خاصی داره، یک کار به اصطلاح برجسته ای رو نسبت به همسن سالاش بهتر انجام میده، خب حالا وظایف مربوط به خانه است، در مکتب فلان درسش قوی تر است، مثلا ریاضیش بهتر است، ساینسش بهتر است، خطش خوب است، اصلا به شما یه ویژگی مثبتی داره، تاکید کنیم رو اونها. یعنی تا می توانیم حس ارزشمندی و عزت نفس رو ازیرا، یکی بس تشویق معنوی، یک مدل دیگه تشویق های به عبارت بیرونی ظاهری. واقعا اگر دختر نوجوانم، حتی کودک من، طفل 5 ساله من، یک کار مثبت میکنه، لحظه ای آنی اینما حسانیه، حتما تشویق کنیم، حداقل با یک لبخند،
کم کم با یک نگاه، یک دستی نشانه مثلا نوجوانی بزنم که نیمه فهمیدم که تو این کار انجام دادی، آفرین. اگه توانستم به زبان گفتم که خب چه بهتر، یعنی از تشویقای کلامی شاباش بچیم، احسنت، مثلا نام خدا کلان شده، یا مثلا به دختر یا بچه مثلا 5 ساله نام خدا مثلا فلانی جان چقدر کار مقبول کردی، چقدر شعر مقبول خواندی، چقدر داستان. این احساس ارزشمندیه که در وجود اینها پررنگ بکنیم، احساس لذت درونی ایجاد میشه، بعد همه دنیا رو زیبا میبینه. یعنی شادی غیر قابل زایل شدن. وقتی احساس کرد من موجود توانمندی هستم، ارزشمندی هستم، مادرم میگه که تو مهربان هستی، پدرم میگه تو با استعداد هستی، مادر کلانم میگه تو فلان کار رو بلدی، خاله میدانه که من فلان، این روز به روز احساس ارزشمندی و توانمندی در وجود او پررنگ شد. حالا اگر یک کدام وقت یک سختی یک مشکلی هم پیش بیاد، به راحتی حل میکنم که من میتونم، من هم فلان هستم که فلان ویژگی رو دارم، پس توانی رو دارم. میشود لذت درونی، شادی غیر قابل زال شدن. اما اگر بچه های یعنی اصرار بیش از اندازه روی حالت شادی های به عبارتی ظاهری داشته باشیم، هر مدل شادی که شما در نظر بگیرید زائل میشه. مثلا فلان کالا اینا رو میخرین، نمی یک بار نهایتا پوشیدنش، حالا یا دو بار پوشیدنش، دیگه اون شادی از بین خواهد رفت. ولی اگر در درون احساس ارزشمندی و احساس لذت درونی رو ایجاد کردیم، هیچگاه ای احساس لذت و شادمانی از بین نخواهد رفت. بله خانم دکتر، در تایید سخن شما که ما متاسفانه برخی از نوجوان ها را میبینیم که بخی نه تنها احساس پرخاش دارند، رفتارهای پرخاشگرانه با اطرافیان خود دارند به خاطر این حسی بحران هویتی که دارند، که حتی بحران هستی شناسی دارند. یعنی میمونه که من چرا در این دنیا وجود دارم؟ اصلا وجود از من یک چیز غیر ضروری است، نیازی نه پدرم در من نیاز داره، نه مادرم در من نیاز داره، نه کسی از من خوشش میاد، نه مرا تشویق میکنه، و خدای نکرده باز گرفتار فکرهای دیگه منفی دیگه میشه که باز خدا بکشون بهتر از زندگی است. و ما این احساس ها و این موارد را در بین نوجوان ها متاسفانه بسیار زیاد میبینیم. بر مبنای کنجکاوی است، کنجکاوی درونی که من کی هستم، من چی هستم. البته یک نکته، یک روایتی است که حالا متن روایت را من خاطرم نیست، به عبارتی متن حدیث را یا روایت را از پیامبر گرامی اسلام صلوات الله و سلام علیه که حضرت اشاره میکنن، میگن قلب نوجوان مثل یک زمین است. بله. لذا دقت کنید که در این زمین چی میکارید، بهترین نوع محصول هر چی کاشتید اینمی رو حتما درو خواهد کردید. اینم سوالی که نکته که شما اشاره کردید، در سن همین نوجوانی سوالهای عظیم و جدی نسبت به هستی، نسبت به هدف خلقت، نسبت به کمال انسانی در وجود بسیاری داره که آیا من مادر، من پدر، اگه خودم بلد هستم، اگه خودم باورها و اعتقادات و هستی شناسی خودم واقعا معرفت خودم اونقدر هست به زبان او همسن، یعنی با رفاقت کامل بشینم و هر زمان، یعنی به یک رابطه صمیمانه برقرار کنم که اینمو سوال اصلیش بیا به ما بگه ما چرا آفریده شدیم، مادر خسته شدیم، خب حالا من نمیبودم چی میشد، چه فایده ای داره که من هستم. حالا اگر می یک صمیمیت جدی برگزار شد و برقرار بود بین من مادر و بین من پدر و نوجوانم، اینمو رو چنده به بغل دست خودم شروع میکنم، معارف اساسی و هستی شناسی و انسان شناسی و معاد شناسی و امام شناسی و همه اصول اعتقادی خودم رو به زبان او قابل فهم به او انتقال میدم. حالا اگه من اون معرفت رو نداشتم، من اون توان رو نداشتم، پس وظیفه ماست که او انفسکم و اهلیکم نار، آیه قرآن، مراقب باشیم. برای این مراقبت کردن، برای انجام وظیفه که امانت الهی است، باید همونقدر که متاسفانه ما این یک مشکل جدی داریم که بیشتر به نیازهای فیزیولوژیکی و به نیازهای مادی و چای من توجه میکنه، کالا داشته باشه، مثلا به فلان مکتب خصوصی بره، فلان از فلان همسن سالش کم نگیره، ولی نیاز ذاتی و فکری و اندیشه او رو خب اینقدر که شما خرج میکنی برای بقیه مسائل، آیا به توجه کردی که ایره حداقل اگه خودت توان پاسخگویی به این سوالات نداری، ایره در فلان کورس مثلا معارفی، در فلان آدمی که او شخصیتی است که آگاهی داره، ایره آشنا کنی مثلا، یا حداقل از او خواهش کنی که من طفلم مثلا نوجوانی می قسمت شما کتاب معرفی کو، شما چی معرفی کو، که این ظرف ذهنی زمین بایر خدایی نکرده شما هر مدل چیزی که داری کاشتی همون درو میشه. اگر خس و خاشاک کاشتیم، اینمو رو برداشت خواهد کردیم و دیگه نمیتونیم بگیم تقصیر نوجوان است. درسته قطعاً. و باز پدر و مادر متاسفانه خام دکتر ممکن که هیچ چیز هم نکارن، یعنی زمین رو باید بگذارن تا این زمین رو افراد دیگر شخم بزنن و بکارن. بله، و دانای بله. تشکر میکنم از شما. اگر اجازه بدین یک میان برنامه کوتاه را ببینیم، باز در خدمت شما خواهیم بود. تشکر از شما. بینندگان عزیز و محترم، از شما هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان بودید. یک میان برنامه کوتاه را میبینیم و بسیار زود برمیگردیم.
خدایا به تو پناه میبرم از اینکه در آراستن صورتم چنان مشغول شوم که از اصلاح سیرتم باز بمانم. خدایا سیرت را تو میبینی و صورت را دیگران. شرم دارم از اینکه محبوب دیگران باشم و منفور تو. پس خدایا تو خوش صورت و خوش سیرتم کن که اول محبوب تو باشم. مرا قلبی ده که سراسر آن را وجودت فرا گرفته باشد، چنان خون در رگم جاری باش که مکانی برای ناامیدی نماند. خدایا خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت. همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت. چنان همیشه که بخشیده‌ای مرا رها ساز، مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مجدد عرض میکنم خدمت شما عزیزان، دوستان و محترمون. شما بیننده برنامه زنده و مستقیم روشنا هستید و ما همچنان در خدمت کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار هستیم. خانم دکتر، بحث در باب راهکارهای عملی بود برای که چی کنیم که اولاد از ما شاد زندگی کنه. باز نکته بسیار مهمی که شما در مورد نوجوانها اشاره کردین که یک نوجوان یک سن بسیار حساس است و نوجوان گرفتار بحران های متعدد است، بحران هویت، بحران های هستی شناسی، بحرانی که من کیستم، دنیا کجاست و خدا کیست، یا سوال های مانند این. خانم دکتر، سوالی که به ذهن از من رسید یا ممکن که به ذهن بسیار از پدرها و مادرهای محترم هم برسه که برنامه را نگاه میکنن، که خب گاهی خود اولاد از من سوال هایی میپرسه که بخی سوال های آنچنانی، یعنی من وقتی که خودم خرد بودم این سوال ها رو جرئت نداشتم از پدر و مادر خودم پرسان کنم، چون میگفتن که بچه چوب شو، چی سوالی است که تو میکنی، یعنی چه خدا کیست، خدا چیست، یا اینکه من کیستم، اسلام چیست، و این جور سوال ها رو سعی میکردیم پوت کنیم، اینو باز نکنیم. اما نوجوان الان به هیچ وجه قانع نمیشه. ما قانع میشدیم در برهه سنی، ولی نوجوان الان نمیپذیره این مسئله را. و اگر من نتونم که آموزش نظرت میخوام بدم و یک راهی را پیش پای اولاد خودم باز بکنم، این اولاد من از یک جای دیگه پیدا میکنه، از اینترنت، فیسبوک، تلگرام، دیگه فضاهای مجازی پر هستن از مسائل چی درست و چی نادرست در همین زمینه. توصیه شما برای پدرها و مادرها چیست؟ بسیار عالی، به نکته بسیار مهمی اشاره کردید. ببینید، ما در ادبیات کلی گفته میشود که سوال نیمی از دانش است. و ذهن پرسشگر یعنی ذهن خلاق، یعنی ببینید تا وقتی تازه ای که اصلا توان سوال پرسیدن خودش یک استعداد است، خودش یک مهارت است، یعنی باید این رو ارج گذاشت، باید این رو حتی میشه گفت که ستایشش کردی رو در جریان. چرا که اگه بر بگردیم به گذشته ها، یک باری حالا یادم نیست که من اینو در این برنامه هم گفتم، ولی همیشه رو تاکید میکنم که کنجکاوی از به عبارتی ویژگی های ذاتی و سرشتی ماست. شما اطفال رو ببینین، یعنی بچه نوزاد که به دنیا میایه، حالا نهایتا یک ما حالا در حرکات خیلی محدوده، ولی اولین حرکتی که میکنین که مثلا شروع میکنه دستاش مثلا به دیدید که روی گهواره نوزادا یک چیزایی رابزون میکنه، که اولین حرکت این چیه؟ اون بالای سر من
دست بزن اون که ببینیم چیه، بگیره بدانش ببره یک کمی که جلوتر میرین دو ماه اصلا ماهی میشه، میگه خب من همه هستی رو این رقمکایی دیدم، حالا بذار این دستی دست کنم این پلوی پلی کنم که اگر از اینور نگاه کنم دنیا چه مدلیست، اگر از اینور نگاه کنم این تمایل بیه که یعنی اول در ذهن او دوچار یک چالش میشه، یک سوال ایجاد میشه و بعد شروع میکنه با انگیزه به دست آورد، یعنی انگیزه بسیار جدی برای رشد و برای تعالی در وجود ما، در سرشت ما و در ذات ماست که این انگیزه دقیقاً نتیجهش میشه سوال کردن. در کودکی در نوزادی حرکت میکنیم، تلاش میکنیم که مکمه که جلوتر میره 4-5 ماه میشه چارقوه کرده و به اصطلاح سینه خیز کردن و تا زمانی که شروع میکنیم برای رفتن. این حرکات فیزیکی است ولی واقعا از زمانی که طفل کودک زبان باز میکنه دقت کردین دیدید اطفال 3 سال 4 ساله را این همه از می هر چیزی میپرسن. بله. بعد تازه یک سوال رم نه، تو میگی مثلا این چیست، میگی فلان چی، میگی خو از کجا اومده، میگی فلان جا، چرا اومده، با کی اومده، چطور اومده، یک وقت میبینی در مورد یک چیز ساده مثلا یک شیء جدیدی دیده پشت سر هم 10-15 تا سوال میپرسه، یک وقتی به قول شما خسته میشی میگه مادر جان رها کن برو اینمو با اون فلان چیز بازی کن، یعنی حتی به اصطلاح آمنه‌تر میگه آدم کم میاره دیگه نمیتونه جواب بده. یعنی چی؟ یعنی همون حس اساسی. متاسفانه اتفاق بدی که برای عموم ما میفته همون اشاره‌ای که شما کردین، به جای ارزش گذاشتن و بها دادن و جدی گرفتن و به عبارتی تقویت کردن اینمی حس کنجکاوی، یا او را میکوبیم تحقیرش میکنیم یا یکان تا سرپوش بالایی میمانیم که بسته بچین برو بازی کن، مثلا سری رو گرم میکن برو بازی کن، بیا نپرس، بیا رو بگیر بخور. یعنی دقیقا او تمایل و انگیزه رو به مرور زمان در اون میکشیم. حالا اگر فرض بگیریم که خدای نکرده اتفاق افتاده باشه که من توصیه میکنم، خواهشم از همه والدین است که تمایل به کنجکاوی و پرسشگری رو نگیریم، چون پرسشگری خودش به عبارتی نشانه ایست از خلاقیت. بعد وقتی که حالا در کودکی اگر خدای نکرد اتفاق افتاد که ما رو سرکوب کردیم، آمد به نوجوانی دوباره فوران میکنه. در نوجوانی سوالهای اساسی و پرسش ها دوباره از من کی هستم، چرا به دنیا آمدم، خدا چگونه است، خدا چرا این قسم است، چرا مثلا این قسم بدبختی است، چرا ناعدالتی است، چرا او دارم من ندارم و و و و خیلی سوالهای زیاد. اولا این سوال که میپرسه یعنی فکر کرده و وقتی فکر کرده یعنی او انگیزه در وجود او هست. حالا اگر او انگیزه هست پس مسیر به عبارتی به عبارت اصل خود ماجرا توان راه رفتن و انگیزه برای راه رفتن است، فقط دنبال مسیر میگرده و وظیفه ما است که اون مسیر برای او حتما و قطعا چیکار کنم ایجاد بکنم. پس لذا اینو جدی بگیریم، یعنی این سوال پرسیدن رو به عنوان یک اشکال، به عنوان یک ایراد و به عنوان یک چرا اخلاق ازش نگیریم که چرا اولاد از من این سوال رو پرسان میکنه، اولاد از من کافر شده خدای نکرده ممکن که حتی ناراحت شه در درون خود چقدر غصه بخوره و پدر و مادر که خدای من چه کردم که اولاد از من این رقم شد. نه نه متاسفانه نگاه کنین مثلا اینجاست که نگاهه ببینید دوچار شک شده. ما در مباحث دینی بسیار زیاد مطرح میشه این سوال که شک مقدمه یقینه، به شرط اینکه آدمی در شک نماند. مشکلی که ایجاد میکنیم که اشاره کردین شما، بسیار از این جوانای ما وقتی سوال مطرح میکنه پاسخ داده نمیشه و سرکوب میشه در امو شک میمانه و به فرموده شما از زمین بایر ذهن او آمادگی کامل داشت و انگیزه داشت. ببینید وقتی که میای مرا مخاطب قرار میده از من میپرسه یعنی به دنبال جواب است. او قصیر نداره که العیاذ بالله مثلا فرض بگیرید با اون نهایت مثلا گستاخی یا بر اساس یک سری کفران مثلا فرض کنید ذات خدا سوال داره میپرسه، شکی در وجود او و در ذهن او هست میخواهد او رو تبدیل به یقین کنه. خب از کی بپرسم؟ من مرجع هستم، من پدر هستم، من مادر هستم، من الگوی او هستم، من کسی هستم که از می تو خوردی و طفولیت مرا دیده، او رو مرمر مرمون مرجع قرار داده، باید هزاران بار خدا رو شکر کنم. چرا؟ چون از من پرسیده. امان از روزی که من او را تحقیر کردم، سرزنش کردم، جواب ندادم یا خدای نکرده حتی به یک سمت سوی چرا میپرسی؟ چوب شو خفه شو دیگه نپرسی. حالا اگر ایره سرکوب کردم این در درون وجود اون از بین رفت؟ نه، تشنگی و حالا میره دنبال مسیرهای نادرست میگرده. حالا او را از کدام کس بپرسه و او کس چگونه به نوجوانمه به جوانمه جواب بده و جواب او جوان و نوجوانمه را به چه سمت و سوی بکشاند، پس فردا که اتفاق بعدی میفته بعد میگیم که سمت و سوی را نمیگیریم، خدای ما چه کرده بودم، خدای این تقاص کدام گناهی ماست، تقاص بی توجهی ماست. چرا؟ یه امانت است. ما در قبال اولادمان مسئول هستیم و بارها این نکته رو گفتم. ببینید تنها رسالتی که هیچگاه حتی پس از مرگ هم از شانه پدر مادر برداشته نمیشه همون تربیت والدینی است. از لحظه‌ای که اراده میکنیم
باید مراقب باشیم به لحاظ فیزیکی و جسمانی که در طول دوره جنینی اتفاق برای نیفته. مثلا خورد و خوراک داریم در روایات که تاکید شده مراقب تک تک چیزایی که میخورید باشین. او داستان معروفی که مثلا فرض کنید که در مورد علامه مجلسی است که اناری را مادر او از به عبارتی از جوچه پیدا کرد و یک سوزن زد به او انار که مقداری مثلا حالا فرض کنید خانم بارداری بوده تمایل به انار داشت و یک سوزن زد که او انار رو بخوره و بعدها مثلا علامه مجلسی در طفولیت به عبارتی به جای سوزن چی میزنه و مشک آب کسی را سوراخ میکنه. ببینید اینقدر ظرافت، اینقدر دقت و با ذره بین نگاه کردن. پس بنابراین اینو دقت بکنیم وقتی به ما حتی در مورد دوره جنینی سفارش شده که مراقب تک تک رفتارهایتان از جمله که چی میخورید باشین. بنابراین این امانت الهی است و باید مراقبت کنیم از او. مراقبت او انواع و اقسام میداره. یک قسمتی چیزی که نیازهای فیزیکیش برآورده کنیم، گشنه نمانه، بی جا و بی مکان نمانه، کالای مناسب بپوشه. ولی اصلی ترین کاری که وظیفه او ماست که انجام بدیم اینه که او را پرورش بدیم. یعنی تعریف ساده ای تربیت به پرورش است که استعدادهای ذاتی فرد را به سمت و سویی که به یک مقصد معین و مناسب میرسه جهت دهی کنیم. خب حالا یه خدا به من این نعمت رو داده، این به عبارتی استعداد شگرفی در فلان مسئله داره، مثلا نقاش خوبی است، مثلا استعداد ریاضی بسیار خوبی داره. اگر از اون کودکی طفولیت میبینیم که علاقمنده، اگر توجه کردیم، دیدیم و جدی گرفتیم، داریم پرورش میدیم مسیر او رو برای رسیدن به هدف و مقصدش. خب وقتی که لئن شکرتم لازیدن نکم، خدا به من نعمت داده، من نعمت رو مراقبت میکنم، مواظبت میکنم، خدا جزای خیر یعنی باقیات الصالحات. من این میشه روشنی چشممه، از وجود او، از موفقیت های او بهره مند میشم، دعای خیر همه کسانی که از وجود طفلمه و از خدمات او بهره مند میشن شامل حال من میشه. اما اگر خدای نکرده مراقب امانت نبودم و حتی در امانت الهی خیانت کردم، خیلی وقتا رفتار و برخوردم نامناسب بود، این تبدیل میشود به یک به عبارتی موجودی که لحظه به لحظه و آن به آن مرا آزار میده، مرا زجر میده و من خودم از وجودی و نه تنها تو زمانی که زنده هستم، پس از مرگ هم. دیدید که میگن که در عامیانه مطرحه، میگن فلانی فلانی خدا پدر و مادرش رو بیامرزه، خدا رحمت کنه او شیری که مثلا مادری که تو شیر داد، خدا بیامرزه او پدری که تو رو این قسم تربیت کرد. یعنی چی؟ یعنی حتی بعد از اینم که مردیم، ثمره تربیت ما، نوع برخورد ما با طفل ما، با نوجوان ما و با جوان ما تا قیام قیامت. مگر نه اینکه ما در قرآن داریم که توصیف میکنیم که فرماید و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. سوال اینجاست، خب کی زنده میکنه؟ یحیی و یمیت، فقط حضرت سبحانه، هیچ کسی دیگه. اگر حضرت عیسی زنده میکرد به اذن الله، در آیه قرآن داریم تاکید میکنه که به اذن خدا. بله. پس این معنا حیات مادی نیست، زندگی و جسم تجسم بخشیدن نیست، حیات معنوی است. خداوند تبارک و تعالی در قرآن میفرماید اگر انسانی قابلیت رو داشت که یکی را حیات معنوی داد. شما سوال از به عبارتی هستی شناسی یکی رو در مورد خدا متناسب با درک و فهم او، کودک بود، کودک نوجوان بود، نوجوان جوان بود و جوان، متناسب با درک و فهم او جواب دادین، او را زنده کردین به لحاظ معنوی، او گمراهی و سرگشتگی و حیرانی او را پاسخ دادین، شما یک نفر رو زنده کردین. فکأنما احیا الناس جمیعا، گویا تمام جهان. و از او طرف من سن سنتا سیئه، اگر کسی یک سنت و یک روش و یک سبک و سیاق نادرست رو، خدا روز نیاره که ما در مورد عزیزترین کس خود می سنت ناشایستی رو در مسیر تربیت یک خصلت ناشایست ما در وجود بچه ایجاد کردم، به خاطر برخوردم، به خاطر رفتارم، به خاطر عدم پاسخگویی به سوالاتو، یا خدای نکرده بلد نبودم، با وجودی که بلد نبودم اصلا انگیزه پیدا نکردم که برم بفهمم. هر چی که خودم میدونستم به بچه‌م جواب دادم، یا اون چیزی که اصلا آگاهی نداشتم و مسیر هدایت او، مسیر تربیت رو انحراف کشیدم، من خودم بچه‌م رو بدبخت کردم. میشود ماجرای همو شد به عبارتی تخم مرغ دزدی که شتر مرغ دزد میشود، شنیدین که وقتی که رفتن اون دزد رو اعدام کنن به مادر گفتن وصیتی سفارشی نداری؟ گفت نمی، چرا، به مادرم کار دارم، به مادرم بگین که بیاد. مادر اومد و بعدی جوان گفت که خب نمو زبان تویرو کو، زبان مادر آنچنان گزید که دیگه به قول معروف داریم در داستان که بریده شد. بعد گفتن او آدم تو داری میموری، مادر حق. گفت به دلیل اینکه وقتی طفل بودم، کودک بودم، تخم مرغ دزدیدم، به جای این همون تربیته، به جای اینکه ببینید به حال استعداد شاید معنی بشه، بعد اینجوری فکر کرد که وقتی یعنی قابلیتی رو داره که سریع یه چیزی رو برداره که کسی نفهمه، خب استعداده، یک توانایی است، خب به شکل مثبت. حالا مادر نه تنها اینه که بچه منحرف شدی، تو حق نداشتی کالای کسی دیگه رو برداری، تخم مرغ کسی، آمد و تحسین کرد، آمد و تشویق کرد، آمد و عزت نفس کاذب ایجاد کرد. ما گفتیم عزت نفس بسیار مهمه، آمد و گفت بچه عجب استعدادی داری، برو برو دفعه بعد سه تا بردار، دفعه بعد پنج تا بردار، به جای رسید که آدم شتر مرغ می‌دوزید. گفت اینم این زبان
و اینمی تربیت و اینمی به قول معروف تشویق‌های ناصالح و ناشایسته این مادر مرا اینقدر بدبخت کرد که من دوست شدم. لذا حواسمون باشه که اگر طفل من، کودک من، نوجوان من و جوان من میپرسه، لطف الهی است. بله. لطف الهی رو شکرگزار باشیم، بگیریم، پذیرا باشیم. اصلا نگیم چرا میپرسی؟ او خدایی ای چی که تو پرسیدی؟ استغفرالله بگو، توبه کو، زمین رو سنا گوش کن دیگه کس. خب سوال پرسی چه اشکال داره؟ مگر که تک تک انبیاء الهی رو امت اونا مورد مؤاخذه قرار ندارن، سوال نپرسیدن. بله. مگر حتی به پیغمبر ما انواع و اقسام به عبارتی نسبت ها رو ندادن که الیاذ بالله کاهنه، ای دیوانه است، ای شاعره، ای مجنونه و و. ولی پیامبر در مقابل برخوردها تا توانست شروع کرد به پاسخ دادن، به تبلیغ کردن، به بیان به عبارتی اول در مقام اول به بیان مثلا مسائل مربوط به توحید و مواد، و بعد که وارد حاکمیت و بحث مدینه شدن به بیان احکام و دستورها و اصول اسلامی. لذا پس یک، شکرگزار باشیم. دوم، در حد توانمون بکوشیم اول معارف خودمون رو بالا ببریم که پاسخگو باشیم. اگر نتوانستیم اعتراف کنیم، بریم دنبال پاسخ دادن به سوال نوجوان. بله بله. و بپذیریم که فرق انسان با حیوانات همین است که انسان به دنبال پاسخ دادن به سوالاتی است که در ذهنش ایجاد میشه. کاملا درست. بله. خب دکتر، گاهی اوقات هست که پدرها و مادرها از حد و حدودی که باید و شاید بیشتر تلاش میکنن برای اولاد خودشان. مثل همین نمونه‌ای که من سوالی که اول برنامه برای از شما خواندم و او خانم گفته بود که این پدر پدرش غریبکار است، این دختر پدرش غریبکار است و به خاطر دختر خودش کار خود به سختی انداخت و یک کار بیشتر کرد، یک مقدار پس انداز داشت، نمونه همه یک گوشی خرید تقدیم دختر خودش کرد برای که دختر از من احساس خوبی داشته باشه. حالا یک نمونه است، یعنی پدر و مادر از جان و دل از حدی که باید شد لقمه را از دان خود کش میکنن و در جایی که حتی جایش هم نیست به دان اولاد خودش میگذاره، این پدر و مادر چه کنه؟ من الان قسمت دوم، اولین مورد رو که امروز بحث کردیم همون بحث عزت نفس و تشویق بود، مد توصیه دوم عمل به عبارتی راهکار عملی دوم، یک جمله دارم که حالا انشالله اگر روز به هر اندازه که فرصت کردیم میگیم، حالا انشالله در جلسه آینده. بچه های من را عادت ندیم که دنیا را هتل فرض کنه. هتل دار نشیم. این بدترین حالتی که ممکنه، یعنی که متاسفانه در عصر و زمان ما بسیار هم شایع شده، بسیار بسیار شایع شده و بسیار از والدین حتی نمیخوان بپذیرن که کارشون اشتباه است. بعد میگن وظیفه ماست. یک آیه بسیار بسیار زیبا در قرآن داریم که من تاکید میکنم روی خوب به اصطلاح دقت بکنیم. پروردگار متعال فرماید ولا تزر وازره وزر اخرى، سنگینی بار هیچ کس به دوش آن دیگری نیست. کسی سنگینی به قول معروف کسی دیگری رو، خب این که گفت ولا تزر وازره وزر اخرى، نگفت که پدر مادر استثنا هستند، باید همه مسئولیت و همه بار زندگی اولادشان رو پدر مادر به دوش بکشن. نه، گفت تربیت کن. و تربیت تعریفش رو گفتم خدمت شما، تربیت یعنی استعدادها رو شناسایی کن، مسیر رو هموار کن و او رو جهت دهی کن که برسه به یک نتیجه و به یک هدف معین. متاسفانه اتفاقی که میفته، یک بسیار تعداد بسیار زیادی از والدین به جای ای که این مسیر صرفا هموار کنن، به بچهشان، به فرزندشان، به اولادشان بگن عزیزم راه برو، یعنی خودت این مسیر برو، من فقط به تو میگم که مواظب باش، اگه پایت به سنگلاخ گیر کرد، افتادی، زمین خوردی، میایم به تو میگم بچم تکان بده خودت را، نگران نباش، امیدوار باش، توکلت به خدا کن، من فقط به اصطلاح به گوشه هستم، مسیر تو میپیمایی، راه را تو میری، من فقط اگر که اتفاق مثلا فرض کن بهت میگم که حالا به یک به این مسیر که رسیدی، سر این دو راهی که ماندی، این راه به صلاح هست، اون راه به صلاح نیست. چرا؟ چون من بر اساس تجربه، بر اساس دانشم به تو میگم. ولی کار اشتباهی است که تصور کنیم و این برداشت رو با اطفالمون بدین که تو نرو، تو بیا روشنایی من خودم تو رو میبرم. بسیار کار اشتباهی است. و حالا این بحث هتلداری رو انشالله در فرصت آتی صحبت خواهیم کرد. فلزا معنای تربیت تأکید میکنم ایست که مسیر رو هموار کنیم که اولاد ما خودش بره. اشتباه بزرگ او زمانی است که پدر و مادر وظیفه خودشان میدونن که رو یعنی من میرم منتها تو اونجا آروم و آسوده روی گردن ما باش تو کیفته بکن. دو طیف بسیار مقابله هم از پدر و مادر ممکن وجود داشته باشن. یک طیفی که فکر میکنن که همین که اولاد را ایجاد میکنن و به دنیا میارن و نیازهای اولیه زیستشون را مرتفع میکنن، کفایت میکنن و اینها متوجه نیستن که یک امر بسیار مهم تربیت است که تربیت اولاد را باید بر عهده بگیرن و
شاید که حتی از خورد و خوراک مهمتر تربیت نمی اولاد باشه. بله. اولادی بله. که تربیتش صحیح باشه، خورد و خوراکش را هم کم کم خودش در کنار پدر و مادر میتونه که درست کنه. و باز طیف دوم که طیف مقابل گروه اول است، است که فکر میکنه که تمام جزئیات زندگی اولادش باید بر دوش خودش باشه. درست. و هر دوی اینها اشتباه هستن و باید راه میانه را دنبال بکنیم. بله. بسیار بسیار تشکر میکنم از شما خانم دکتر عزیز، بسیار استفاده کردیم. انشالله ما این قول را از شما میگیریم که در قسمت بعد انشالله در مورد همین طیف دوم، پدر و مادری که تمام سنگینی بار زندگی اولاد را خودشون تک و تنها به دوش میکشن و اولاد هیچ سختی در زندگی متحمل نمیشه، در مورد همین پدر و مادر انشالله حتما. انشالله تشکر از شما بینندگان عزیز و محترم. از شما عزیزان هم تشکر میکنم که تا این لحظه بیننده برنامه خودتان برنامه روشن بودید. شماره تماس مثبت 964-780-255-413 هم که عزیزان پل ارتباط است بین ما و شما، و شما میتونید که از طریق واتساپ سوالات خودتون را از خانم دکتر بزرگوار پرسان کنید. ما حتما سعی میکنیم در همین برنامه به تمام سوالات شما عزیزان پاسخ بدیم. در فضای مجازی هم حضور داریم، از طریق لایو فیسبوک میتونید برنامه را دنبال بکنید و نظرات خودتان را کامنت بکنید. در دیگه فضاهای مجازی یوتیوب، آپارات، اینستاگرام و دیگه فضاهای مجازی هم حضور داریم. برنامه شما، برنامه روشن شما عزیزان میدونید که هر روز هفته بجز روزهای جمعه در ساعت 1 و 1 عصر به وقت کابل تقدیم شما عزیزان میشه، و تکرار یه برنامه در ساعت 9:45 شام در امو شام امو روز خواد بود. و دیگه برنامه زنده از شبکه هادی تیوی دری برنامه به وقت بیداریست که در ساعت 8 شب تقدیم شما عزیزان میشه، و تکراری برنامه در روز بعد ساعت 10:45 خواهد بود. بسیار بسیار تشکر میکنم که همراه برنامه خودتان بودید. برنامه آینده را از دست ندید. و همراه کارشناس محترم خانم دکتر رضایی بزرگوار از حضور شما عزیزان مرخص میشیم. در پناه خداوند مهربان باشید.